سرخکان یک مریضی ساری است که توسط ویروس به وجود می آید. تمام سینی را مصاب کرده می تواند، ولی اطفال بیشتر مصاب می شوند. چرا واقعات این مرض در این شب روز ازدیاد یافته است؟ در این اواخر واقعات سرخکان البته در شهر ما، خصوصا شهر کابل، بیشتر دیده می شه. و حتی جایی که من مسئول تهیه راپور ثبت راجستر امی مریضای سرخکان هستم و همه روزه در تماس می باشم با مریضای سرخکانی. بعد از اینکه دکتر صاحبای ما ایره راجستر میکنن، از اونها یک راپور تهیه میکنم و به مرجع مربوطی ازی ایره روان میکنیم. قسمی که ما ارجابی کردیم، تعداد وقات در 6 ماه اول امسال نظر به سال گذشته و سالهای گذشته دیگر به حد زیاد شده و با تعداد تقریبا 75 واقعی که تا حال ما بستر کردیم، در جمله 70 از این واکسین سرخکان اخذ نکردن، یعنی واکسین سرخکان نزدشان تطبیق نشده، اما 5 واقعی زی نزدش واکسین سرخکان نزدشان تطبیق شده. و شاید دلیل می باشه که مریضایی که واکسین سرخکان نزدشان تطبیق شده ممکن به صورت درست تطبیق نشده باشه یا بعضی مشکلات در نگهداشت گپا بوده باشه که مراجع مربوطه و هم اونها خودشان باز تصمیم میگیرند که چی باید بکنن. مریضی سرخکان میتونه که از یک شخص به شخص دیگه، حتی از طریق یک اتاقی که در او مجرا یا منفذی وجود داشته باشه یا کلکین به اصطلاح عوام وجود داشته باشه، از یک خانه به خانه دیگه انتقال بکنه و یا توسط لباس یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه. یعنی که طفل سرفه میکنه، اونمو ویروس یا میکروب عکس میکنه و اینی توسط لباس خود شخص گرفته شده به اتاق دیگه میبره، میدونه که طفل دیگه مصاب شده. البته بیشتر از کدوم که هیچ سنی مستثنا شده نمیتواند الا زمانی که مریضا واکسین اخذ کرده باشند. حتی ما سندی داریم یا به اصطلاح مریضی را رجستر کردیم که اونا تقریبا سن 42 روزه داشتن، این هم مصاب سرخکان شده بود، یا میتونه که سنای بالاتر هم مصاب سرخکان شوند. ولی به هر صورت سرخکان معمولا در سنین طفولیت، یعنی میتونه زیادتر به وقوع برسد، یعنی پیش اطفال، خصوصا در سنین مکتب و کمتر از سنین مکتب بیشتر وقعاتش دیده می شود. اگر طفل در سن 9 ماهگی واکسین سرخکان نقص بداره و مواجه شدن یا مصاب شدن به مرض سرخکان یا به مریضی سرخکان کمتر می سود. البته ویروس سرخکان میتونه توسط شعای آفتاب، هرگاه یک شخص برای چند دقیقه در مرض شعای آفتاب قرار بگیره میتونه که ویروس از بین بره، یا ویروس سرخکان یا میکروب سرخکان میتونه که در هوای سرد برای ماها البته زنده بانه برای چندین ماه. در یک اتاق به حرارت نرمال میتونه برای 36 ساعت تا 48 ساعت ویروس سرخکان زنده بانه، ولی به صورت عموم در هوای گرم این فعالیت نمی داشته باشه و بیشتر در هوای سرد معمول می باشه. از نظر اعراض و علایم کلینیکی پیش مریض معمولا بر مدت 4-5 روز یا ممکن بیشتر از او یا کمتر از او مریض تب، سرفه، ریزش، عطسه، این همی چیزا می داشته باشه که ما می تونیم پیش مریض در همی وقت ساختمان هایی را یا علایمی را در داخل جوف دهن مریض، خصوصا در مقابل دندان مولر سفلی میگیم یا دندان های کلان مقابل از ما در وجه داخلی رخسار پیدا بکنیم، این را به نام کوپلیک سپات یاد میکنن که وصف از ایست که مثل از اینکه دانه های آرد سیوجی را در جوف دهن از پاشیده باشه کسی، یعنی تقریبا اونمو ساختمان و شکل می داشته باشه. بعد از این 4-5 روز مریض شروع به برآمدن یا به کشیدن اندفاعات میکنه که معمولا این اندفاعات جلدی یا همین لکه های سرخکانی از عقب گوش، از پشتر گوش ها شروع میشه. وصف از ایست که مریض های سرخکانی معمولا بسیار ناراحت میباشن، یعنی یک حالت گنگسیت میداشته باشن، وضع خراب میداشته باشن، کاملا بیشتیا میباشن و لکه هایی که دیجه دیده میشه لکاش معمولا سرخ تیره میباشه و فواصل جلدی سالم در بین لکه ها وجود میداشته باشه. هرگو با فشار ما انگشت خوده بالای
خودمی لکه های اندفاعت را شای جلدی بگذاریم، فشار بدیم، اینمی لکه ها گم میشن و پس دیگه فشار دور بذاریم، پس دوباره شروع میکنن. خب به هر صورت مریضای سرخکانی، سرخکان معمولا در مدت 7 روز به اتمام میرسانن، 7 تا 10 روز که اینمی رشا بیبودی پیدا میکنن، تب مریض خوب میشه، مریض اشتیاب پیدا میکنن، اما به شرط از این که مریض دیگر مشکلات در وجودش پیدا نشه یا مواجه با دیگر مشکلات نشه، یعنی که نظر طبابت ما مسابه دیگر اختلاطات نشه، خصوصا که اختلاطات از بیشترینش سینه و بغل است که در پیش طفلک زیادی ده میشه، اکثرا عامل مرگ میاد طفلارا سینه و بغل تشکیل میده، یا مریضا مسابه التهاب مغزی میشن که ما به نام انسفالایت زیاد میکنیم که بیشتر اطفال بزرگ مصاب میشن. البته در قسمت تداوی هزی، تداوی بلخاصی هزی که مریضا باید مایات داده شد برشان، غذا داده شد، هستی هیچ غذای پریز داده نشند و عدوی مناسبشون و کپسول های ویتامینی است که برای مریضا جهت جلوگیری از معیوبیت های بعدی قسمت بینایشان برشان توصیه میشه و تبشان توسط پرستمول یا دوای ضد تب اینا کنترل میشه. در صورتی که مریض اختلاط داده باشه، یعنی که مواجه با سینه و بغل یا کدوم حالت دیگه شده باشه، ما بر از این مریضا معمولا آنتی بیوتیک توصیه میکنیم. برای وقایع از سرخکان چی تدابیر لازمی است؟ در قسمت وقایع ازی، البته وقایع ازی ها توسط میست تجرید خود مریضا یا جدا ساختن مریضا از دیگه مریضا طفلا باشه، یعنی در یک اتاق مخصوص باید بستر شوند، نگذاریم که با دیگه طفلا یا حتی با کسایی که اونا سرخکان سپری نکده باشند یا واکسین نشده باشند یک جا زندگی بکنند. و البته بهترین وقایع از اونمو واکسین است که عبارت از واکسین سرخکان است که در سن 9 ماهگی برای مریضا ما تطبیق بکنیم. البته فعلا یک دور دیگه از این را هم کتابا توصیه میکنند که در سن شمولیت به مکتب باید به مریضا اینمی سرخکان واکسین سرخکان تطبیق شود. البته برای که ما از این مریضی به اطفال دیگه جلوگیری کرده بتانیم یا به اصطلاح وقایع بکنیم مریضا که طفل مصاب سرخکان نشن، اینا را ما میتونیم که به یک اتاق جداگانه بستر بکنیم، در صورتی که اختلاط داده باشه، یعنی مشکل در وجود طفل سرخکان تولید کرده باشه، اینا میتونیم به شفاخانه بیاریم بستر بکنیم. و بهترین وقایش اونمو جلوگیری از مرض عبارت از تطبیق واکسین سرخکان است که واکسین سرخکان معمولا در سن 9 ماهگی تطبیق میشه، اما میشه که توسط کمپاین ها بعد از این سن یک مرتبه دیگه هم تطبیق شود، یا پروگرام های در اکثر کشورها وجود داره که پیش از اینکه طفل به مکتب بره در این سن هم یک بار دیگه واکسین سرخکان تطبیق بکنند که معمولا باعث ایجاد معافیت دائمی برای طفل میشه، یعنی که تطبیق واکسین نمیگذاره که طفل مصابه سرخکان شود. البته در اخیر میخواستم خدمت فامیلای محترم عرض بکنم که اکثرا مریضای سرخکان خود اینا گرم نگاه میکنند که کاملا البته غیر علمی میباشه، چون از یک طرف مریض سرخکان حالت خراب میداشته باشه، چیزی نمیخوره، او وجودش کم شده میباشه، از طرف دیگه مریض تب میداشته باشه، یه هم ضرورت به ایست که مایات یا آب زیاد بنوشن، با او خاطر این را گرم نگاه بکنن، ضرورت بیشتر هم به طرف مایات میشه که مریض به طرف خراب شدن حتی به طرف مرگ میکشونه.